فصل ششم. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند. زیرا او می‌فرماید: در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید. این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی‌خواهیم به هیچ وجه باعث لرزش کسی بشویم. مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می‌خواهیم با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با تحمل زحمات و سختی‌ها و دشواری‌ها، ما در شلاق خوردن‌ها، حبس‌ها، شورش‌ها، بی‌خوابی‌ها، گرسنگی‌ها و تلاش‌ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بی ریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی‌آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می‌بینیم. گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می‌شمارند، حالان که راستگو هستیم. گمنام ولی در این حال مشهوریم. به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می‌بینیم ولی به قتل نمی‌رسیم. غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکردیم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بکشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان و یا چه وچه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست؟ زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است: من در میان ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد. من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می‌فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید. به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می‌فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید.